روز 27 ژانویه روز جهانی قربانیان کشتار دست جمعی جنگ جهانی دوم در تاریخ ثبت شده است به همین مناسبت سازمان دفاع از حقوق شیعیان شیعه از مرکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله لزمان صادق شیرازی را که مقر آن شهر واشنگتن آمریکا است بیانیه ای رسمی صادر کرد در بخشی از این بیانیه که نسخه ای از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسیده آمده در حالی به روز جهانی قربانیان کشتار دست جمعی جنگ جهانی دوم رسیده ایم که شاهد افزایش خشونت و نفرت نسبت به اقلیت‌های دینی و نژادی در جهان هستیم این مناسبت بین لالی را مختلف می تا به خطراتی که بشر را در این زمینه تهدید می کنند و باعث افزایش نفرت و تعصب کورکورانه بین بشر می شود هشدار دهیم این بیانیه افزود کشتار دست جمعی از جنایت است که باید به با آن توجه ویژه ای کرد زیرا دستاورد کینه نفرت و تعصب طولانی مدت است که از طریق فعالیت های رسانه ای و برنامه ریزی شده به وجود می آید که در ظاهر هدف آن تحقق منافع دینی و نژادی و رسیدگی به بحران های اجتماعی اقتصادی و سیاسی است اما شرایط ویژه ای را به وجود می آورد و برای جلوگیری از رخ دادن آن باید گام های خاصی برداشته شود. سازمان دفاع از حقوق شیعیان شیع رایس باش در ادامه این بیانی افزود اقدام های پیشگیرانه برای جلوگیری از انتشار نفرت و تعصب از مهمترین گام ها در این زمینه است. آماده افکار عمومی برای مقابله با این مسئله و حل مشکل از طریق کانال های رسمی هم از دیگر اقدام های لازم به شمار می رود. در واقع جهت های رسمی باید با بررسی دقیق و موشکافانه این موضوع به برخورد با عوامل این گونه اقدامات بپردازند این بیانیه افزود ما در سازمان شیرایس باش هدف خود را دفاع از حقوق شیعیان جهان قرار دادیم و معتقدیم که رفتارهای نجات پرستان در جهان متاسفانه منتشر شده و مانع از زندگانی مسالمت آمیز بشر در یک کنار یکدیگر است. دفاع ما از حقوق شیعیان بر پایه دفاع از حقوق بشر است لذا در کنار مظلومان ایستاده ایم تا با هر گونه رفتار تبیزامیزی برخورد کنیم ما هر گونه ایدئولوژی تبیزامیز و افراطی چه در افغانستان و پاکستان و چه در هر جای دیگر جهان باشد را محکوم می کنیم به خصوص اینکه نمونه آن را اخیراً علیه دختران و زنان در زمین ممنوعیت تحصیلی توسط طالبان مشاهده کرده ایم نمونه دیگر چنین رفتار آمیزی را هم در آتش زدن قرآن کریم به عنوان کتاب مقدس مسلمانان جهان در سوئد مشاهده کرده ایم. ما در تعرض به اماکن دینی مسلمانان، مسیحیان، یهودیان و سایر ادیان و مذاهب به حساب آزادی بیان یا سرکوب دیگران را هم محکوم می کنیم. ما در پایان همه نخبگان، فرهیختگان و شخصیت های برجسته در ادیان و مذاهب مختلف را به دادن دست در دست یکدیگر با هدف بالا رفتن ارزش های آسمانی و انسانی دعوت می کنیم و آنان را به تلاش برای مقابله با هر گونه رفتار تحریک علیه یکدیگر دعوت می در همین راستا گفتگویی داشتم با مصطفی اکوند، مدیر سازمان شیرا اسواچ و از واشنگتن و از ایشان پرسیدم مهمترین هدف خود از صدور بیانیه اخیر چیست بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت شما و تمام بینندگان شبکه امام حسین علیه السلام ما روز جهانی کشتار دست جمعی رو سپری کردیم روزی که انسان های بیگناهی در بعد از جنگ جهانی دوم کشته شدند و سازمان ملل و کشورهای مختلف بر این آمدند که بعد از 1948 که قانون اساسی حقوق انسان رو تصویب بکنند و تمام سعیشون رو بکنند که انسان ها هر آین و هر دین و هر مذهب و هر مسلکی دارند بتونن در کشور خودشون و در منطقه خودشون و در خانواده خودشون زندگی مسالمت آمیزی رو داشته باشن ما در شیار اسواج این رو قبول داریم که هر کسی باید به دین خودش به آین خودش زندگی بکنه و پیروه فرمایش آقا امیر المومنین علیه السلام هستیم که ها یا نظیر ما در خلق یا برادر ما در دین هستند پس بنابراین ما باید این رو بدونیم که هر شخصی با هر دین و آینی که داره باید بتونه در منطقه خودش در کشور خودش آزاد باشه زندگی خودش رو داشته باشه و اگر ما میخواهیم اینها رو به اسلام دعوت بکنیم باید زیبایی های اسلام و لطف و مرحمت اسلام رو به اونها نشون بدیم بنابراین این بیانیه ما هدفش این بوده که هم اعلام بکنیم و هم این رو به مردم بگیم که ما قبول داریم که هر کسی در هر دین آینی زمور ظلم و ستم قرار گرفته باید ازش دفاع بشه و ما در محسس شیار آیس هدفمون این هست که از پرده از کشت و کشتارهای زیادی و ظلم و ستم زیادی که بر شیعیان مختلف در کشورهای مختلف مثل پاکستان، افغانستان، بحرین، سعودیه، نیجریه و کشورهای مختلف انجام میشه و مردم به نام دین مورد ظلم و ستم قرار میگیرند ما بتونیم از اونها دفاع بکنیم برای دفاع کردن اونها باید اول اقرار بکنیم که اشخاص دیگری در ادیان دیگری هم هستند که مورد ظلم و ستم قرار گرفتن و باید دست به دست با هم بدیم با اشخاص دیگر و ادیان دیگر که بتونیم از حق همدیگه دفاع بکنیم این دلیل نمیشه که ما از دین و آین و مذهب خودمون پایین بیایم کوتاهی بکنیم و بخوایم از کسی دیگه دفاع بکنیم خیر این دلیل میشه که ما بتونیم در کنار همدیگه زندگی بکنیم و اقرار بکنیم که ظلم و ستمی انجام شده و ما باید تمام سعی و تلاشمون رو بکنیم که بتونیم از حق همدیگه دفاع بکنیم اگر ما بتونیم از حق همدیگه دفاع بکنیم میتونیم در کنار هم زندگی بکنیم و به همدیگه احترام بذاریم برای ما در شیعه این خیلی مهمه که اشخاص نه تنها در کنار هم زندگی بکنن اما هر کسی بتونه دین خودش رو داشته باشه و بتونه دین و آین خودش رو پرکتیس بکنه و بتونه بچه های خودش و خانواده خودش رو بدون هیچ ظلم و ستمی در اون کشور یا در اون منطقهی که هستن بزرگ بکنه بنابراین قوانین حقوق انسان یک ابزاری هست برای ما که بتونیم تمام سعیمون رو بکنیم بتونیم اقرار بکنیم یک بدنامه ای داشته باشیم که همه بهش اقرار بکنن و در عین حال به کمک اون و به کمک دین و آین و مذهب خودمون بتونیم محبت صلح و آرامش رو در اقصانقات جهان برقرار بکنیم اینشاالله